درود بینندگان عزیز امیدوارم هر کجای دنیا که هستید صحیح و سالم باشید و از کووید دوری کرده باشید سلامت باشید خب خبرهای خیلی زیادی داریم برنامه زنده هست امروز برنامه را گذاشتیم درباره توضیحات خیلی زیاد درباره مسنجر آر ان این وکسینی که فایزر فارماسیوتیکال آماده کرده و در یونایتد کینگدم یعنی همون انگلستان اپروف شده و این وکسین شروع شده به تزریق کردن به کسانی که فرست لاین ورکر هستن یعنی در بیمارستان کار میکنن یا با یا دکترها و کسانی که وانربل هستن ما طبق معمول اول برنامه رو برای شما درباره تعداد کووید صحبت میکنیم ببینیم در دنیا چند نفر همکنون دچار کووید 19 هستند بله نزدیک 70 میلیون شده و قربانیان یک میلیون و 600 ملیون. در آمریکا در چه حاله کی می فکر کرد 15 میلیون یا بیشتر 15 میلیون نفر و تقریبا 300 هزار نفر نزدیک 300 هزار نفر جان خود را از دست دادن خیلی بدتر و واقعا بدتر از 9-11 مقایستش کردن روزا روزمره تعدادی که در 9-11 جان خود را از دست دادن دارن در در آمریکا جان خود را در مقابل کووید از دست میدن در ایران این تعداد مثلا گفتنشم هم مسخره است ولی میگیم یه میلیون و 83 هزار نفر و 51 هزار نفر این امکان ناپذیره ولی خب باید به جان هاپکنز احترام بذاریم چون اونا هم متاسفانه دارن آمار رو از ایران میگیرن و همینطور میدونیم چیه این مملکت درست که اینش باشه خب بریم به برنامه برنامه امروز با تعداد شروع شد و خب همینطور میدونید به همه میدونیم در آمریکا تقریبا روزی بیشتر از 2000 نفر جان خود را دست میدن مثل در بیشتر از 150 هزار نفر نزدیک 100 تا 150 هزار نفر دارن اینفکتد میشن و همینطور تعداد روزمره بالا میره و طوری شده که بیمارستان ها که پسیتی خودشون آی سیو باید بعد بالای 15 درصد باشه که داره در ایالت های بعض ایالت ها به زیر 8 درصد رسیده در اورنج کانتی تقریبا رسیده به 11 درصد در الی کانتی به تقریبا زیر 10 درصد برای همین چند روز پیش امرجنسی هوم اوردر به تمام تلفن ما آمد در کالیفرنیا حالا میدونم در ایالت های دیگه چطوره و میدونم تعداد زیادی از ایالت ها شروع کردن ستی هوم اوردر رو انجام دادن پنسیلوانیا و و و که یعنی بعد خونه هاتون بمونید ولی مردم خسته شدن مردم خسته شدن به امید این واکسین نشستیم حالا میدونم خیلی از شما ها من تو که من شنیدم خیلی از شما میگین که من که نمیزنم این واکسینو رو امروز دکتر فاوچی گفت که اگر FDA اینو اپروف بکنه من زنده یعنی جلوی کمرا جلوی دوربین اینو میزنم که مردم بدونن که سیفه FDA همین امروز دسامبر دهم ده یک اسپشیال میتینگ بود با 22 نفر اکسپرت که پزشکان مختلف جمع شدند در FDA امرجنسی اپرووال بدن به استفاده این مسنجر آر ان در آمریکا که به زودی خبرش خواهیم شنید و من فکر می کنم این اپروو خواهد شد برای اینکه چند روز قبل FDA اعلام کرد که تحقیقات فایزر رو و استادیایی که انجام دادن و این اینو نگاه کرده و چیز بدی توش نمیبینه تنها چیزی که نگران بودن اینکه در این تحقیقات نشون نداده که کسانی که دچار اینفکشن هستن مثل اچ و ایدز و کسانی که آتو امیون دارن و زیر 16 سال هیچ دعتایی نداشتن در این صورت اعلام کردن که خب به نظر میاد افیشنسیش 90 درصده ولی بعضی جهاش هنوز 100 درصد تست نشده که باید تست بشه که برای همین امروز امرجز میتینگ داشتن امرجز میتینگشون هم خب مهم بود برای اینکه که که بهتون گفتم در انگلستان یونایتد کینگدام اپرووال داشتن و خوشبختانه خوب جواب داده فقط دو نفر از این پرستارهایی که تزریق بشون کردن الرژیک ریاکشن داشتن به این مسینجر آرنه وکسین که بعد دانشمندان و محققین گفتن که کسانی که میدونن به غذا به مواد غذایی به دارو دارای معمولی هر دارویی هر نوع آلرژیک ریاکشنی دارن اونا باید حتما با پزشکشون دبل چک بکنن چون امکانی که بدنشون این وکسین رو ریجکت بکنه یا ریاکشن نشون بده هست این کسانی که هایپر آلرژیک دارن یا آلرژی دارن به دواها و غذاها و آب و هوا و غیره باید حتما دبل چک بشن ولی اوورال به نظر میاد وکسین سیفی خواهد بود حالا مکانیزم این وکسین چیه؟ این مسینجر آرنه سالهاست که استفاده شده ما کاری که انجام دادیم برای این برنامه اومدیم از خود اه یک فایزر یک برنامه داشت که ما اینو براتون ترجمه کردیم که میخوام الان یک کلپیه که میخوام براتون پخش بکنم که قشنگ توضیح میده اصلا مسینجر آرنه یعنی چی بعد بیشتر دربارهش صحبت میکنیم با هم این کلپ رو نگاه میکنیم از زمان آغاز بیماری همگیر کرونا، جوامع علمی برای درمان بلقوه و تولید واکسن گرد هم آمدند. فناوری های جدید از جمله مطالعه بر روی پیام رسانهای ژنتیکی که به عنوان mRNA شناخته می شود، به عنوان بخشی از این تحقیقات در حال بررسی هستند. انواع مختلفی از واکسن برای جلوگیری از افونت ها وجود دارد. هدف اصلی همه آنها تربیت سیستم ایمنی بدن است که پاتوژنها که همان عوامل بیماریزا هستند را شناسایی و در برابر آنها دفاع کند. واکسن های mRNA از پاتوژن واقعی تشکیل نشدهاند ولی حاوی اطلاعات ژنتیکی پاتوژن هستند بدین معنی که حاوی ویروس مرده یا ضعیف شده نیستند دانشمندان پروتئین ویروس کرونا را شناسایی کردند. پروتئین شاخکداری که ویروس از آن برای حمله به سلول های ما استفاده می کند. اگر بتوان بدن را برای شناسایی و مسدود کردن ویروس از طریق عملکرد این پروتئین و یا تشخیص سلول آلوده به ویروس تربیت کرد می توان به محافظت بدن در برابر ابتلا به بیماری کمک کرد. واکسن های نوع ام به گونه ای طراحی شدند که از طریق کد ژنتیکی پروتئین های مخصوص آنتیژن را تولید کرده و توانایی این را دارند که سلول های بدن را برای شناسایی و تخریب ویروس تربیت کنند. بدون اینکه شما را در معرض ویروس واقعی قرار دهند سیستم ایمنی بدن این آنتیژن را به عنوان عوامل مهاجم شناسایی می کند و به سرعت آنتیبادی ها و سلول های دفاعی را در برابر تهاجم آماده می کند. دانشمندان معتقدند وقتی که ویروس واقعی وارد بدن شود اکنون با وجود این آنتیبادی ها در بدن سیستم ایمنی به راحتی پروتئین شاخکدار مهاجم را تشخیص داده و در برابر عفونت و بیماری مقاومت می کند. هدف این است که حافظه سلول ها به طور ماندگار تربیت شوند تا بتوانند به سرعت به حمله احتمالی پاسخ دهند. زیرا که یک فرد واکسینه شده ممکن است تا مدت پس از واکسیناسیون با ویروس روبرو نشود. دانشمندان خرسندند که برای تولید واکسن به ویروس واقعی نیاز نیست و فقط به بخش کوچکی از کت ژنتیکی آن احتیاج است. و می توانند این واکسن را در زمانی کوتاه تولید کنند. دانشمندان احتمال می دهند که برای تداوم ایمنی در بدن نیاز به تزریق چند دوره واکسن باشد. دستاوردهای کنونی در زمینه تولید واکسن کرونا نتیجه بیش از ده سال تلاش توسط کمپانی بایونتک است که ارائه دهنده کد ژنتیکی ام است که کمپانی فایزر نیز از آن پشتیبانی کرده و پایه و اساس تولیدات واکسن خود را بر آن نهاده ولی این واکسن ها هنوز باید برای دوران آزمایشی خود مورد تایید قانونی انجامن های پزشکی و دارویی واقع شوند ارائه واکسن بی خطر در بازار مستلزم تحقیقات گسترده دانشمندان است که باید مورد تایید نهادهای نظارتی در زمینه های پزشکی و دروسازی به علاوه دیگر محققین غیرانتفاعی برسد. همکنون ده ها هزار نفر کاندید در این تحقیقات شرکت کردند تا هرچه سریعتر ایمنی و اثر بخشی واکسن های mRNA مورد بررسی قرار گیرند. دانش انسان همیشه به بیماری ها قلبه کرده و خواهد کرد. امید ما این است که واکسن های نوع MRNA ابزاری برای مبارزه با ویروس کرونا شود. من این قسمت رو خیلی دوست داشتم که گفت دانش انسان همیشه بر این ویروس ها و پتاجن ها قلبه کرده و ما همیشه در این برنامه به طور مثبت به همه چی نگاه میکنیم چون مثبت بودن بهترین روش با مبارزه با هر نوع پاتوجن یا هر نگدویدی هست که اینم یک نگدویدیه که یعنی منفی که دنیا رو گرفته خب امیدوارم این قسمت کوتاه 3 دقیقه و 48 ثانیه ای برای شما مشخص کرده باشه که مسینجر آرنه چی هست در اصل ویروس نیست خود ویروس نیست ویروس مرده نیست شکل ویروسه یعنی پروتین هایی که این ویروس همینطور که پشت صحنه میبینید قیافه کرونا ویروس اصلا کرونا یعنی تاج این تاجایی که میبینید روی این ویروس هست اینا تاجایی هستن که میچسبن به سلولای ما و حمله میکنن به سلولای ما این نو مسنجر آرنه یه نو پروتینیه که همین تاج رو داره و بدن و سیستم دفاع بدن رو تعلیم میده که یک امیون ریسپاند داشته باشه یعنی تشخیص بده که این پروتئین شاخدار رو باید نذاریم انتوبادی بسش درست کنیم در این صورت اوکیه که برای یه روز یا دو روز بدن ما بعد از تزریق واکسین تب خواهیم کرد حتی امکانه لرز داشته باشین و و سردر این امیون ریسپاند بدنه یک ریسپاند طبیعی است که در مقابل ویروس ها باکتری ها بدن ما انجام میده که بادی رو براش پرودوس بکنه و بعد که بادی پرودوس بشه دیگه اون بادی بر علیه هر ویروسی که این شاخ داشته باشه که کرونا هست میجنگه و بدن شما رو پروتکت میکنه این مسینجر آر ای هست یه سیستمی هست که برای اولین بار ما از اول تا آخر درست کردن واکسینو رو دیدیم سریعترین ترین واکسینیه که تا به بازار اومده هیچ وقت نشده کمتر از یک سال واکسینی در مقابل همچین ویروس به این عظمتی بیاد و واقعا ما از تمام محققین و دانشمندا تشکر میکنیم که روزمره شبانه پشت کار داشتن حالا این آیا در آینده اثر منفی رو بدن ما خواهند داشت یا نه طولانی مدت بعد ببینیم ولی اینطور که نشون داده تحقیقات اثر مثبتیه پروتکت میکنه شما رو در مقابل ویروس و خود ویروس نیست در این صورت من شخصا فکر میکنم ویروس واکسین سیفی هست ولی هنوز من خب چون من جزو یکی از اون کاندیده هایی هستم که الان اجازه دارم این واکسین رو بگیرم اگر اپروف بشه و من شخصا هنوز میخوام بهش وقت بدم برای اینکه خب اولا آندرلاین پاتولوژی ندارم سنم سن بالایی نیست و حقیقتا دکتری نیستم که روزمره با مریضای کووید دارم ملاقات میکنم یا, یا درمان میکنم من ما مرزون همه بیشتر ستون فقرات دردهای ازالانی مفصلی و همه ما قبض بیان چک میکنیم تکتوکی داشتیم که کرونا داشتن ولی خب چون ماسک داشتن فکر یکی دو تا بوده تو این ده ماه دو تا در اصل که یکیشونو قبل از وارد بشه فهمیدیم یکیشم هیچ سیمتومی نداشت کووید تست داده بود و بعد زنگ ز ما پازلیف هستیم که خدا رو شکر چون مطلب ما سیفه و پروتکل ما خیلی قوی هست همه چی به خیر گذشت در این من شخصا فعلا انجام نمیدم واکسین رو ولی کسانی که دارن روزمره با این تو بیمارستان میرن و با این بیماران کووید دیل میکنن و نظر من نظر خوبیه که این واکسین رو بزن مخصوصا هلتکیر ورکر هایی که آتو امیون دارن چاقی دارن فشار خون دارن و امکان داره امیون سیستمشون ضعیف باشه و بالای 65 سال هستن این از این دوم من کسانی که وانربول هستن و سنشون بالای 65 اونا هم مخصوصا کسایی که تو نرسینگ هوم و سن هوم هستن اونا, اونا هم کاندیدای این واکسین هستن در این صورت مسینجر آرنه واکسین به نظر من سیف هست ببینیم FDA امروز جوابش چی خواهد بود میریم یک کمرشال میبینیم برمیگردیم ادامه برنامه برنامه زنده هست خواستید میتونید زنگ بزنید با ما سوالاتون رو در میون بذاریم درباره مسنجر آر ان درباره کووید اگه سعی کنیم درباره بیشتر درباره کووید صحبت کنیم اگر کسانی هستن که این ویروس رو گرفتن و میخوان دربارهش صحبت کنن خیلی عالی میشه الان موقعش که زنگ بزنید و مردم رو آگاه بکنید که شما چه اکسپریسین داشتین با کووید بریم با هم کمرشال میبینیم با ما باشید